به نام خدا سلام عرض میکنم امیدوارم که حالتون خوب باشه امروز میخوام درباره این حرف بزنیم که چی میشه یه مرد به شما بیمحلی میکنه مطمئنا بیمحلی برای چه جنس مرد چه جنس زن خیلی دردناکه و حتی من چند جا خوندم که ضربه که به آدم وارد میشه از لحاظ روحی مثل این میمونه که یه سنگی چیزی بخوره به سرتون یعنی تا این حد دردناکه و مطمئنم خودتونم خیلی جاها شنیدید که میگن مثلا شکست عشقی مثل درد پا شکستگی پا یا شکستگی بقیه جاهای بدن دردناکه خب باید بیایم اینو نگاه کنیم که چی میشه به ما به محلی میکنن توی رابطه هستید با یه آقایی همه چی خوبه و میبینید که بعد از یه مدت دیگه اون صمیمیت قبلا نیست و به شما بی محلی میکنه و شما رو نادیده میگیره مثلا شما بهش پیام میدید جواب نمیده و بدتر پیام میدید میبینید آنلاین جواب نمیده حالا یه بار دو بار زنگ میزنید جواب نمیده و این توی روزهای مختلف اتفاق میافته و کم کم شما اون حس سر رو پیدا میکنید که اه چه چی شده چه کاری اتفاق افتاده من چه کاری کردم و اون حس بیمهلی رو مطمئنم حس میکنید و شاید هم قبلا تجربه کردید خب ما میایم از دو منظر میتونیم به این قضیه نیا کنیم یعنی این کار دو تا دلیل محکم داره دو تا دلیل هم الان بهتون میگم و مطمئنم که اگر این دو تا دلیل رو بیاری تو زندگیتون اتفاقای خیلی بهتری براتون میافته دلیل اول که یه مرد یه دفعه تصمیم میگیره به یه زن بی محلی کنه اینه که اون خانوم شاید یه کاری کرده باشه که این آقا رو رنجونده حالا هر کاریم مثلا یه جا بد صحبت کرده تو جمع یا یه کاری دیگه که اصلا هر چیزی که این آقا از نظر اون باعث ناراحتیش شده خب چه اتفاقی میفته وقتی یه مرد از دست یه خانم ناراحت میشه و مخصوصا خانومی که دوستش داره ناراحت میشه و یه رفتاری میبینه که زننده است مطمئنا شروع میکنه برای درمان روحی خودش بیمحلی کردن محلی و نادیده گرفتن محلی شاید اینجا کلمه مناسبی نباشه نادیده میگیره اون شخص و یعنی چی مثلا دیگه سعی میکنه کمتر ارتباط بگیره چون میبینه که اون شخصی که فکر میکرده نبوده اون زنی که این تو ذهنش داشته و بوتی که ساخته بوده نیست حالا چیکار میکنه میاد کم کم ارتباطش رو با شما کم میکنه اینجا باید چیکار کنید؟ اینجا شما باید ببینید که آیا واقعا کاری کردید یا نه و مطمئنم که ما ماها هممون میدونیم که کجا یه نفر رو ناراحت کردیم میایم فکر میکنیم که مثلا کجا باش بعد حرف زدم کجا رفتاری کردم که شاید خوشش نیمده منظورم رفتاری کوچیک نیست یه رفتاری که واقعا ناراحتش کرده باشه و اگر اومدید به این قضیه فکر کردید و دیدید هر چی فکر میکنید چیزی تو ذهنتون نمیاد که چه اتفاقی افتاده و شما چه کاری کردید که این شخص ناراحت شده پس بدونید مقصر شما نبودید و این دلیل اول در مورد شما صدق نمیکنه و میریم سراغ دلیل دوم که این شخص داره بی محلی میکنه و نادیده میگیره شما رو دلیل دوم چیه این که بخوام رو بهتون بگم اون شخص به شما علاقه نداره اون شخص اون حسی که شما فکر میکردید به شما داره رو نداره حالا ما هر چقدر بیایم خودمون رو گول بزنیم بگیم اون،, اون روز پیام منو رو ندید شاید کار داشتم اون روز جواب منو رو نداد جایی بود مشکل داره الان درگیر یک با... قبول دارم یک بار دو بار سه بار پنج بار ولی یه چیزی وقتی طولانی میشه دو سه هفته یه ماه دو ماه میبینید که این روند ادامه داره پس ما باید تو اینجا اولین قدمی که برداریم اینکه که خودمونو گول نزنیم بدونیم که اون شخص ما اون حس رو نداره اون علاقه رو نداره و میدونم واقعا سخت دردناکه برای هر دو جنس مردم یه خانم بهشون بیمحلی کنه مسلما ناراحت میشن و ضربه شدیدی میخورن اما راه, راه چار چیه راه کار چیه اینکه شما بیایید بجنگید برای شخصی که دوستتون نداره یا اینکه بیخیال شید برید مسلما عاقلانه ترین کار انتخاب دومه چون همونجوری که میدونیم این دنیا نعمتهاش و فرصتهاش بیشماره اینکه شما بیاد برای شخصی که به شما تعلق نداره شما رو دوست نداره به جنگید مسلما آسیبش به خودتون میرسه و زمان بیشتری از زندگیتون رو هدر میدید مطمئن باشه شما پنج سال شیش سال بعد میاید به این تایم فکر میکنید که ای من کاش که زودتر تموم کرده بودم با اینکه میدونستم و چرا خودم و کشوندم هی سعی کردم به جنگم پس وقتی این اتفاق میافته و شما میبینید که یک مرد داره دلیل دوم رو اجرا میکنه و به شما بی میکنه و شما کاری هم نکردین و این بی طولانی میشه بدونید که به شما علاقه ای نداره و میخواد با این کار به شما هم بفهمونه و متوجهتون کنه که به شما اون حس رو نداره پس شما دیگه میخواد منظورش اینه که پیگیر من نشو و این یادتون باشه قبلش گفتم گول نزنید خودتون رو من میبینم که بعضی و مثال های عجیب غریب میزنن که آره مرد من منو دوست داره و حالا این محلی ها طبیعیه یادتون باشه مرد نرمال مردی که از لحاظ ذهنی و جسمی سالمه هیچ بخم کاری نمیکنه یعنی که مثلا من ندیدم مردی که عاشق زنی باشه موبایلشو بگیره اه کسی که دوستش دارم به من زنگ زده پس جوابش نمیدم چون خیلی عاشقشم پس دو هفته اسمس هاش جواب نمیدم چون من خیلی عاشقشم مطمئنم از لحاظ روانی اصلا این کار درست نیست و مرد سالم و مردی که از لحاظ روانی سالمه همچی کاری نمیکنه. پس بیایم خودمون گول نزنیم در نهایت هم بهترین کار اینه که سری رابطه رو تمام کنیم با هر چقدر هم سخت هست میدونم سخته برای هم, هم سخته اما راهکار چیه؟ میخواید ادامه بدید یا نه مطمئنم نمیخواید وقتتون رو تلف کنید پس رابطه رو هم تمام کنید و برید به خودتون فرصت بدید یه تایمی بذارید بگذره و از این رابطه درس بگیرید بهترین درس هم اینه که بهترین درسی هم که میتونید بگیرید اینه که اون حستون رو سریع بروز ندید منظورم از بروز ندادن بی احساس بودن نیست منظورم اینه که زمان بدید من تو ویدیو قبلم گفتم که زمان دادن و فرصت دادن و سرعت رابطه هرچی کمتر باشه بهتره مرسی که ویدیو ما رو تماشا کردید سابسکرایب هم یادتون نره وید... آه... کامنت هم برامون بذارید دوست دارم نظرتون رو بدونم ممنونم خدافظ شما